سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن با شما خواهم بود و نگاهی خواهیم داشت در بخش نخست برنامه به آنچه که در عرصه داخلی ایران می‌گذرد. پیامدهای درگذشت هاشمی رفسنجانی، آقای هاشمی رفسنجانی در عرصه سیاسی ایران، حکومت جمهوری اسلامی پس از درگذشت رفسنجانی به کدام سو سمت می رود؟ چرا شتابان دفاتر آقای رفسنجانی و وابستگان او در تهران پلم شد، بسته شد؟ و خبرهای دیگر در همین زمینه و در ارتباط با آنچه که در عرصه سیاسی حکومت فقیه می‌گذرد. برای نخستین بار با من و شما هستند در تفسیر خبر آقای عباس خسروی فارسانی از میشیگان. در نیمه دوم برنامه خواهیم پرداخت به روابط ایران و آمریکا در دوره جدیدی که در عرصه سیاسی آمریکا آغاز شده است با رفتن دونالد ترامپ به کاخ سفید و ترک کاخ سفید از سوی و توسط پرزیدنت اوباما. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بار دیگه یادآوری میکنم که بینندگان عزیز میتونند همزمان تفسیر خبر رو روی کانال یوتیوب ایران فردا و همینطور صفحه فیسبوک ایران فردا تماشا کنند. آقای عباس خسروی فارسانی دارای تخصص در عرصه فلسفه هستند، پژوهش‌های بسیاری انجام دادند، پژوهشگر در زمینه فلسفه به خصوص فلسفه شرق هستند و در ایران تحصیلات عالیه خودشون رو به پایان رسوندند. تحصیلاتشون در مقطع دکترا نیمه تمام ماند و به خارج از ایران ناخواسته مهاجرت کردند. با من و شما هستند در میشیگان. به اتفاق شما عزیزان به آقای عباس خسروی فارسانی خوش آمد میگیم. سلام به شما. من هم عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای چلنگی عزیز و همینطور همکارانتون در تلویزیون ایران فردا و ایرانیان عزیز در سرزمین مادری. آقای خسروی، شما که به طور دقت عرصه حکومت دینی ایران رو دنبال میکنید، به ما بفرمایید که آقای هاشمی رفسنجانی که خیلی ها رفتن اون رو در حکومت خلأ بزرگی به اصطلاح تعریف کردن نبودنشون، شما مقام ایشون رو در این ساختار حکومتی ایران، حکومتی فقیه در ایران چگونه میبینید؟ چه نقشی داشت، چه اهمیتی داشت تا آخرین روزی که بود؟ شما به نکته کلمه خیلی خوبی اشاره کردین، فرمودین در ساختار حکومت جمهوری اسلامی. من همیشه تأکیدی که داشتم این هست که ما باید بیشتر از این که به افراد تأکید داشته باشیم و تمرکزمون روی افراد بگذاریم، بر ساختارها تمرکز کنیم. گمان من بر این هست همین جوری که با مرگ خمینی جمهوری اسلامی ساختارش تغییری پیدا نکرد، که خب طبیعتاً بسیار قدرتمندتر از آقای رفسنجانی بودن، بنیانگذار جمهوری اسلامی هم بودن، تصور من این است که مرگ رفسنجانی هم در ساختار جمهوری اسلامی تغییر ایجاد نخواهد کرد و این ساختار همچنان بر جای خواهد ماند تا موقعی که خود مردم نخواهند از این ساختار گذر کنند. من تأکیدی که این چند روز گاهی قد داشتم به شوخی میگفتم به پایان آمد این جانی جنایت همچنان باقی است. به نظر من تا ساختار جمهوری اسلامی باقی هست، افرادی مثل رفسنجانی و رفسنجانی ها و خمینی و خمینی ها و خامنه ای و خامنه ای ها
و کسانی که در این ساختار جنایتکار حاکم هستند همچنان بازتولید خواهند شد. بنابراین گمان من بر این هست که رفسنجانی مرگ او تغییر چندانی در این ساختار نخواهد کرد. من اگر بخواهم، نمیدونم حالا فرصت چجوری است، رفسنجانی رو بخوایم میتونیم در 4 دوره بررسی کنیم تاریخچه زندگی اکبر هاشمی رفسنجانی رو. بله، اگه به طور خلاصه بفرمایید که ما تاریخچه زندگی ایشون رو چندان بسیار طولانی هست، خب طبعا مثل زندگی هر کسی، بنابراین نقشیه که داشته، یعنی آقای رفسنجانی به هر حال در کارنامه جمهوری اسلامی روبروی من و شما و مردم است، در این کارنامه چه نقشی داشته؟ شما چه نمره به ایشون میدین به عنوان یک پژوهشگر فلسفه و مسائل اجتماعی؟ خواهش میکنم. به نظر من متاسفانه مسائل آقای رفسنجانی نمره قبولی از تاریخ و از مردم نمیگیره. مسائلی مثل حقوق بشر و اخلاق مسائلی هستند که به تعبیری درجه بردار نیستند. این مسائل یا هستند یا نیستند. ما نمیتونیم بگیم آقای رفسنجانی مثلا 10% به حقوق بشر در یک دوره از زندگیش پایبند بوده، 20% به دوره دیگه. متاسفانه در تمام دوره زندگیشون یا همینطور اخلاق این موارد همچنان در واقع زیر پا گذاشته میشدن و طبیعتا گمان من هست که در دادگاه تاریخ و در دادگاه مردم رفسنجانی نمره بسیار پایینی رو خواهد گرفت. و نکته دیگه این است که مسائلی مثل جنایت مشمول مرور زمان نمیشن. اگر کسی 30 سال قبل یک فرد رو بکشه و بعد از 30 سال این فرد دوباره قاتل دستگیر بشه، طبیعتا این مرور زمان باعث نمیشه که از قبح اون جنایت کاسته بشه یا از محاکمه که باید صورت بگیره کم بشه. طبیعتا آقای رفسنجانی خب در جدای از بحث بنیانگذاری جمهوری اسلامی، جنگ و بسیاری مسائل دیگه که در تاریخ جمهوری اسلامی پیش اومد، در بسیاری جنایت ها نقش اول یا دوم را داشته و به نظر من این چیزی نیست که ما بتونیم اونها رو فراموش کنیم و نمره قبولی به ایشون بدیم. مسئله دیگه این هست که بخشش هم مترتب بر پذیرش خطا هست و جبران اون خطا، و این بخشش هم باید از سوی کسانی که صلاحیت بخشش را دارن صورت بگیره. متاسفانه در مورد رفسنجانی نه پذیرش خطا صورت گرفت، نه جبران اون خطا صورت گرفت و نه دلجویی از صاحبان اون خونهای صورت گرفت، اون جنایتهای صورت گرفت که در حقشون این مسائل شکل گرفت در طول تاریخ جمهوری اسلامی و حتی پیش از اون. مثلا پیش از جمهوری اسلامی خب ما میدونیم مرگ حسن علی منصور چیزی است که در دوره خدای رفسنجانی موقعی که زنده بودن در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی آقای بادامچیان گفتن که اسلحه‌ای که آقای حسن علی منصور باش ترور شد رای رفسنجانی برای این کار در اختیار ما گذاشتن. بنابراین می‌بینیم این یک چیز بوده که همواره بوده و چیزی نیست که بشه مشمول مرور زمان بشه و بر اساس اون بتونیم نمره قبولی با آقای رفسنجانی بدیم. آقای خسروی، ببینید کمتر از 48 ساعت بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، یا همین زمان یا کمی بیشتر، در واقع حمله شد به دفتر ایشون به یک شکلی و بستگان ایشون و دفتر رو بستن، مسدود کردن، لاک و مور کردن، اون چیزی که علما در تهران بهش میگن فلوم. بله، این علتش چی است که بقیه ساختار اینچنین منتظر رفتن آقای رفسنجانی بود، یا از رفتنش بلافاصله؟ من امروز دیدم جایی این اصطلاح رو به کار برده بودن، تلاش برای هاشمی زدائی آغاز شده در واقع در حکومت ایران، همونطور که در چین یک زمانی برای مثلا ما او زدائی آغاز شده بود که البته قابل قیاس نیستن به هیچ وجه از نظر خدماتی که برای ملت ها کردن یا هر کارهای دیگه. من گمان نمی کنم تلاش برای هاشمی زدائی شروع شده باشه. گمان من بر این هست و شواهد هم نشون میده که اتفاقا تلاش برای قهرمان زایی و قهرمان سازی و حتی شهید سازی از رفسنجانی زیاد شده. و طبیعتا شما وقتی یک فردی رو توسط بخش نامحبوب حکومت مورد حمله قرار میگیره، که این حمله ها هم ما همواره میدونیم به این خاطر هست که بخشی از حکومت رو به بخش دیگه هدایت کنن و همواره تو این چارچوب حفظ بشه در این حال، اما رفسنجانی خب من چیزی که مشخص است این هست که با یک سری شایعات و یک سری مسائلی که فرضاً شبهه قتل اون رو مطرح میکنن و اینجور مسائل سعی میکنن رفسنجانی رو اتفاقا بزرگ کنن. اما در مورد پلمب دفتر و اینجور مسائل، خب طبیعتا رفسنجانی آدم کوچکی در ساختار جمهوری اسلامی نبوده و بسیاری اسناد داره، بسیاری مسائل رو در اختیار داره توی دفترش، اما یک رویه معمول هست در جمهوری اسلامی
که وقتی یک فردی در واقع میمیره، خب طبیعتا مشاوران اون و کسانی که وابسته اون هستن دیگه میخوان به مرده که نمیشه مشاوره داد، طبیعتا باید اون اسناد حفظ بشه و احتمالا از خارج شدن اونها از دسترس افرادی که نمیخوان در اختیار اونها قرار بگیره حفظ بشه. اما من گمان میکنم که رفسنجانی همچنان در ساختار جمهوری اسلامی حتی بعد از مرگش سعی میکنن اون رو حفظ کنن و فکر نمیکنم هاشمی زدایی صورت بگیره. اینها یک مواردی هست که توسط یک جنایی از حکومت در واقع به عنوان یک جنگ روانی که جمهوری اسلامی متخصص جنگ روانی هم هست صورت میگیره. خیلی این مسائل رو من جدی نمیدونم. این نکته که شما اشاره میکنید قابل تأمل هست از این جهت، یعنی شما خب این نظر یکی از این رسانه‌های نیمه حکومتی بود در تهران که هاشمی زدایی آغاز شده، اما یک نکته وجود داره آقای خسروی. ببینید حکومت ایران یک حکومت از جهتی ویژه هست، یک جمهوری است، حالا با هر محتوایی که بر سر این جمهوری، سقف این جمهوری ولی فقیه هست، در نتیجه یک ترکیبی که من بارها اشاره کردم در نوشتن قانون اساسی، خب من و گروه دیگه از همکارانم بودن در مجلس خبرگان اولیه برای تلویزیون گزارش تهیه میکردیم، اون موقع بحثم مطرح شد که این ساختار ساختار درستی نیست، از طرف آقای بازرگان هم مطرح شد به نحوی و کسان دیگه. به هر حال ولی یکی از ویژگی های این حکومت که سابقه نداشته و نداره در هیچ جای جهان این هستش که تمام کسانی که در گذشتن، مثلا مثل آقای خمینی، رئیس جمهورهایی که قبلا بودن و رفتن، از جمله آقای بنی سعد به نحوی به یک شکلی به هر حال، و بقیه مثل احمدی نژاد، خاتمی، خود آقای رفسنجانی و بقیه کسانی که رئیس جمهور هستن مثل الان شیخ پرزیدنت حسن روحانی و کسانی که قصد دارن رئیس جمهور بشن در آینده مثل حداد عادل و بقیه، همه و همه مردگان و زندگان و آیت الله بهجت و آیت الله کنی و همه همچنان حضور دارن در عرصه سیاسی این حکومت. این خصوصیت رو شما چطور تفسیر میکنید؟ این صحنه رو چطور ارزیابی میکنید؟ چرا چنینه یک حکومت که هم در گذشتگان در صحنه حکومتی هستن چه نیک و بد از نظر مخالفان و موافقانشون و هم زندگان؟ بنابراین متاسفانه این ذهنیت ما ایرانی ها هست که مردگان رو بعد از مرگشون تمجید کنیم و از اونها قهرمان بسازیم، و البته گاهی اوقات هم بعضی مردگان رو هم به جهاتی خود طبیعتاً اونها رو دیو میکنیم. دیو و دلبر ساختن، اهریمن و اهورا ساختن و همواره قلف کردن به نظر من خالی دور از عقلانیت و دور از اندیشه انتقادی و دور از تفکر فلسفی هستش. با من و شما هستند آقای عباس خسروی فارسانی، پژوهشگر فلسفه. گفتگو میکنیم درباره نقش آقای هاشمی رفسنجانی و رفتن او، اثرات و پیامدهای درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی در حکومت دینی ایران. تا لحظاتی دیگر. آقای خسروی، خیلی ها آقای رفسنجانی رو این طور تعریف کردن که خواستار این بود که ایران با همه کشورهای جهان روابط درست داشته باشه، خواستار بهبود زندگی مردم بود. حتی دختر ایشون بر سر جنازه پدر خطاب به یکی از این جنرال‌های حکومتی، جنرال‌های فقاهتی، ولایتی، هر چه که هست، آقای فیروزآبادی بود، میگفتش که پدر من خواستار خوشبختی مردم بود. تا چند از این حرفا میتونه به واقعیت نزدیک باشه با توجه به کارنامه آقای رفسنجانی؟ جناب آقای چلنگی، شما ببینید آخوند تخصصش حرف زدنه. من نمیگم آقای رفسنجانی چرا این حرفا رو زد یا چرا حرفای دیگه نزد، اما آقای رفسنجانی من میخوام بدونم اولا تا قبل از سال 88 که ایشون در ساختار قدرت بود و شخص اول و دوم جمهوری اسلامی بود چرا این کارها رو نکرد. این تا این. اما بعد از اونم اگر حالا یک مقداری قدرتش محدود شد یا از ساختار قدرت
تا حدودی از ساختار نمایشی و ظاهری قدرت، بخش سخت قدرت کنار گذاشته شد، اما در بخش نرم قدرت همچنان حضور داشت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، امین آقای خامنه ای بود همچنان. و با حرف زدن به گمان من کاری درست نمیشه. عملا آیا چه کاری صورت گرفت در این راستا؟ آیا کجا در راستای منافع مردم عملا کاری صورت گرفت؟ اگر ایران امروز را ما داریم، ایران امروز ما کارنامه آقای رفسنجانی است. از ساختار جمهوری اسلامی بگیریم تا نمیدونم محیط زیست ما، تا سدهایی که الان باعث ویرانی ایران شده، همه اینها نشون دهنده این هست که آقای رفسنجانی عملا کاری نکرد. با صحبت کردن، به قول خود ما میگیم با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. بله، گاهی اوقات نیاز هست یک حرفهایی زده بشه برای حفظ نظام، برای دلخوش کردن مردم، اما آیا عملا هم کاری صورت گرفت؟ من چنین گمان نمی کنم. آقای رفسنجانی در به قدرت رسوندن آقای خامنه ای نقش بسیار مهم و موثری داشت. تو گفته میشه ایشون روایتی رو که نقل کرده بود از آقای خمینی جعل کرده بود، اما دیدیم که آقای خامنه ای به مرور آقای رفسنجانی رو از صحنه نخست قدرت یا دایره نخست قدرت کنار گذاشت و میونه خوش چندانی با هم نداشتن. چرا؟ من گمان میکنم که روابط آقای رفسنجانی و آقای خامنه ای همچنان مستحکم بود. خب یک حرفایی هست که خود آقای خامنه ای مرتب میزنه و آقای رفسنجانی طبیعتا همین سال گذشته بود گفت که آقای خامنه ای عشق من هست، ما همچنان همدیگر رو میبینیم. اما اختلاف نظر هم هست. به نظر من این اختلاف هم توی جمهوری اسلامی همواره بوده، اما من گمان نمی کنم که آقای رفسنجانی اختلاف ساختاری و بنیادین و اساسی با جمهوری اسلامی داشت. و همواره شما اگر دقت کنید توی حرفاش، قبل از اینکه صحبت از مردم بکنه، صحبت از نظام و اسلام میکرد. ما میدیدیم پسرش آقای محسن رفسنجانی توی تلویزیون اومده بود روز بعد از مرگ آقای رفسنجانی، گفت آقای رفسنجانی 3 فرزند داشت و فرزند اولشون اسلام بود، فرزند دومشون انقلاب بود و فرزند سومشون هم مردم بودن. بنابراین باز هم اگر صحبت از مردم میشد، به عنوان فرزند سوم میشد و در جایگاه سوم قرار میگیره. گمان من این هست که این دعواها خیلی جدی نیست و بیشتر برای این هست که همون تعبیری که گاهی اوقات گفته میشه خندق نظام هستن بعضی این آقایون اصلاح طلب، برای این هست که ساختار نظام حفظ بشه. حالا اگر از یک بخشی از نظام پاس داده بشه به بخش دیگه، باز هم توی همین ساختار حفظ میشه و به سمت سرنگونی نظام پیش نمیره. بنابراین من این دعواها رو خیلی جدی تلقی نمیکنم. خب شما شرکت مردم رو در مراسم تشییع جنازه آقای رفسنجانی چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی ها این تعداد مردم رو، حضورشون رو نشونه محبوبیت رفسنجانی سعی کردن قلم داد کنن. شما چه تفسیری دارید؟ ببینید، بررسی هایی که صورت گرفت، بله گفته شد 2.5 میلیون جمعیت یا اینجور مسائل، خب گفته شد. اما بررسی هایی که بر اساس در واقع مساحت خیابون هایی که گرفته شده و بر اساس نقشه های گوگل و اینا میشه دقیقا این چیزها رو دیگه امروز محاسبه کرد. در خوشبینانه ترین حالت، جمعیتی که برای دفن آقای رفسنجانی و مراسم تشییع جنازه اون حضور پیدا کردن حدود 330,000 نفر بودن و این 330,000 نفر در مقابل جمعیت 14-15 میلیون نفری تهران به گمان من عدد بسیار کوچیکی است. و از طرف دیگه قطعا بخش خیلی خیلی زیادی از همین 330,000 نفر هم برای عرض ارادت و احترام به آقای رفسنجانی نیامده بودند، یا از روی حس کنجکاوی بود، یا به خاطر اینکه اگر فضایی صورت گرفت اعتراضشون رو نشون بدن. به هر حال دلایل گوناگونی بود، یا به خاطر منافعشون بود، کارمندی بود. بنابراین من گمان نمی کنم آقای رفسنجانی با محبوبیت خیلی گسترده ای رفت. یه شعری آقای هادی خورسندی من چند روز پیش دیدم، چون خب این خیلی سعی میکنن امیرکبیر رو، رفسنجانی رو با امیرکبیر مقایسه کنن و مرگ اون رو مثلا میگن روی روز مرگ امیرکبیر بود، اما یادآوری نمیکنن که مرگ اون روز عملیات کربلای 5 در سال 65 هم بود که به دستور رفسنجانی عملیات صورت گرفت و 65,000 ایرانی کشته شد. من نمای آقای هادی خورسندی یه شعر قشنگی داره. البته به نظر من آقای رفسنجانی از جهاتی شاید از امیرکبیر یه چیزای اضافه هم داره. این شعر آقای خورسندی دور از لطیفه نیست، میگه آرزوی امیرکبیر شدن از پس مرگ هم به سر دارد، غافل از این که از امیرکبیر یک الف هم زیادتر دارد. یعنی اشاره میکنن به امیرکبیر، امیر اکبیر. این هم یک طنزی است. سپاسگزاریم از شما و همینطور از هادی خورسندی عزیز که اشاره کردید به شعر ایشون.
که البته برای بینندگان در قابل دسترسی است. مطمئنم هادی گرامی در برنامه خودش این شعر رو خواهد خوند و همینطور در وبسایتش. سپاس بسیار از شما آقای عباس خسروی فارسانی گرامی. سپاس از شما، وقت شما بخیر. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست که من مایل هستم خبرهای داخلی که با شما عزیزان در میون بگذارم. یکی این که مجلس شورای اسلامی، مجلس ولایت مدار شورای اسلامی برنامه‌ای رو به عنوان توسعه ششم، یعنی 1، 2، 3، 4، 5 توسعه پیدا کرد، برنامه ششم رو دیروز تصویب کرد. از خصوصیات این برنامه ششم یکی هم این هستش که در این برنامه اشاره شده که برای اقتصاد ایران، برای اینکه چرخش به راه بیفته، به حدود 325 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز هست. به هر حال مترو تهران هم بخشیش به خاطر بدهی برقش قطع شده بود. این هم یک خبر اقتصادی هست از مترو تهران. به اندازه ای که بدهکار بوده برقش قطع شده، قسمت های دیگهش که لابد پولش پرداخت شده قطع نشده. دولت ضمناً این رو هم گفته شده که بسیار بدهکار هست، میلیاردها میلیارد تومان به بانک ها و منابع مالی دیگه. وکیل کارگران معدن سنگ آهن باف هم اعلام کرده که به اصطلاح زمانی برای تجدید نظر در مورد حکم کارگران بافق اعلام شده. قرار کارگران بافق که خواستار حقوق و مطالبات خودشون بودن، عده‌شون دست بازداشت شده بودن و ضربات شلاق هم محکوم شدن. به اصطلاح کارگران بافق مانند بسیاری دیگه از کارگران مطالبات عقب مونده ای داشتن که نه تنها تأمین نشد، بلکه برخی از اونها روانه زندان شدن، مانند معلمان و طبقات دیگر. خبرهای دیگه ای داریم که در طول برنامه حتما به اطلاع شما خواهیم رسوند در عرصه بین المللی و همینطور مربوط به ایران، از جمله وضعیت نفت در بازارهای جهانی. با من و شما خواهند بود خانم ماندانا زند کریمی، نویسنده و پژوهشگر و فعال سیاسی. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند خانم ماندانا زند کریمی، فعال حقوق بشر که در عرصه‌های مختلف فعالیت دارند، مرتبط با نهادهای بین المللی حقوق بشر. مقالات و مطالب بسیاری از ایشون در عرصه‌های مختلف در رسانه‌های اینترنتی، مطبوعات آمریکا منتشر شده. کتاب در دست انتشار ایشون به زودی از زیر چاپ خارج خواهد شد و به موقع حتما شما عزیزان بینندگان عزیز رو در جریان خواهیم گذاشت. سخنرانی های بسیاری داشتن در مجامع بین المللی، در آمریکا و همینطور جاهای دیگه، کشورهای دیگه. بیوگرافی ایشون بیوگرافی بسیار طولانی هست، سرشار از فعالیت های مختلف، همه در ارتباط با مردم ایران و حقوق مردم ایران و از فعالان سرشناس در ارتباط با انتخابات آمریکا، کمپین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب مردم آمریکا. به اتفاق شما سلام و خوش آمد میگیم به خانم ماندانا زند کریمی در ایالت مریلند. سلام به شما.
درود بر شما و همه هموطنان در سراسر دنیا هر جا که پراکنده شد. خانم زنده کریمی، پیش از هر چیز آقای اوباما قبل از ترک کاخ سفید باز اشاره کرده که تحریم های هسته‌ای در مورد ایران در این توافق 5+1 اونا برداشته خواهد شد، اما تحریم های دیگه‌ای که هست بر جا خواهد بود. این تحریم ها رو حکومت ایران سعی کرده که بگه آمریکا در واقع این تحریم ها همه مربوط میشه به برنامه هسته‌ای، اما ظاهرا چنین نیست. از شما میشنویم که این تحریم های دیگه بیشتر مربوط به چه موضوعاتی میشه. خب این تحریم ها، اکثر این تحریم ها به وسیله سازمان های متعدد و مختلف بین المللیه. یه مقداریش به وسیله کنگره آمریکا تصویب شده که اونها رو، اون تحریم ها به وسیله آقای اوباما از جا برداشته شدن به خاطر اینکه آقای خامنه ای رضایت بدن برای این برنامه برجامشون، معامله‌ای که میخوان بکنن، به شرط اینکه مسئله حقوق بشر و تروریسم بین المللی در جریان معامله نباشه. اما اون چیزی که مسلمه، این فقط کنگره آمریکا یا رژیم دولت آمریکا نبوده که ایران رو تحریم کرده، بلکه سازمان‌های بین المللی رژیم ایران رو تحریم کردن. مثلا یکیشون TATF که یک سازمان بین المللی کنترل سیستم جهانی بانکیه که اینها از سال 2007، یعنی نزدیک 10 ساله که این سازمان رژیم ایران رو تحریم کرده، به دلیل اینکه، به دو دلیل، دلیل یک، دلیل پولشویی، اتهام که رژیم ایران پاسداران سپاه قدس در بانک های بین المللی پولشویی میکنه و پولشویی کرده، و دوم اینکه سرمایه گذاری در تروریسم جهانی رژیم ایران میده از طریق پولهای سپاه قدس در بانکهای بین المللی. به همین دلیل ادعای از بانکهای بین المللی مورد جریمه قرار گرفتن. اما اون چه که ما داریم میبینیم، رژیم ایران با وجود که خودشون خمینی رو آقای کارتر آورد سر کار و تحمیل کرد به ملت ایران بر اساس اسناد CIA که چیز شده، به اصطلاح باز شده و بر اساس قانون به ارائه شده به جامعه بین المللی و جامعه مردم، در کتابخونه کنگره آمریکا موجود هستن. این با وجود این، آقای خامنه ای این تئاتر رو اینا گذاشتن از روز اول که بله ما دشمن آمریکاییم، در حالی که یه همچین چیزی نیست. اینا همیشه معامله شون رو کردن، مخصوصا با موقعی که دموکرات ها سر کار هستن. بنابراین بعدم یک عده زیادی، مقدار زیادی از این تحریم ها به وسیله سازمان ملل و کمیته IAEA که به اصطلاح نظارت کننده بر مسائل اتمی هستن در کشورهای مختلف جهانی، و خود سازمان ملل و شورای امنیت، عده‌ای از کشورهای مختلف و متعدد مخصوصا در اروپای غربی و اروپای شرقی هم ایران رو تحریم کردن به دلایل متعدد و مختلف، دزدی و یا اختلاس یا اعمال تروریستی که در کشورهاشون رژیم ایران سرمایه گذاری کرده، و ادامه داره این برنامه ها. بنابراین تمام این تحریم ها اختیارش دست آمریکا یا رئیس جمهور آمریکا نیست، و این مسائل، مسائل بین المللیه که رژیم ایران ندیده میگیره. همین مسئله FATF از رژیم ایران خواستن، بارها خواستن که تروریسم بین المللی رو
تحریم کنن، بارها خواستن که دست از پولشویی بردارن تا این سازمان رژیم ایران رو از تحریم بانک‌های بین‌المللی آزاد کنه، ولی تا اونجایی که من شنیدم مجلس هم حاضر شدن یک چیز به اصطلاح آوکی، لایحه آوکی تصویب کنن در این مورد، اما آقای خامنه‌ای جلوشو گرفته و گفته ما یه همچین کاری نخواهیم کرد. خب مشکل چی است خانم زنده کریمی؟ اساسا مشکل حکومت ایران با آمریکا چی هست؟ شما اشاره کردید بر خلاف اون چی که در پیش پرده دیده میشه پشت پرده معاملاتی انجام شده یا میشده در زمان دموکرات ها و چنین و چنان، اما مشکل اساسی چی هست؟ چرا هنوز شعارهای مرگ بر آمریکا، لگد کردن پرچم آمریکا در ایران ادامه داره و صحبت‌های دائم آقای خامنه‌ای که به آمریکا اعتماد نمیتونیم بکنیم و بقیه مسائل، هسته اصلی چی هست؟ خب اصل مسئله پروپاگانده. رژیم اسلامی در ایران بر علیه شاه و آمریکا انقلاب کردن به اصطلاح، با وجودی که آقای خمینی در پاریس معامله کرده بود با آقای خامنه، با آقای کارتر، ولی وقتی که اومد وارد ایران شد شروع کرد بر علیه شاه، نوکر آمریکاست و بنابراین آمریکا یک کشور امپریالیستیه، بنابراین ما به دلیل ناسیونالیزم ایرانی که در حالی که ایشون اینا همشون دشمن ایران و ملت ایران هستن، به این دلایل اینو برای خودشون یه سیستم پروپاگاند کردن که طرفدارانشون رو که میرن تو مسجد ها میشینن پای منبرشون و متاسفانه آگاهی زیادی ندارن از مسائل بین المللی، مخصوصا که در ایران جلوی همه چیز رو گرفتن، آگاهی مردم رو گرفتن، بنابراین به اونا بگن که بله شماها اگه ما اینجا نشستیم که از شما در مقابل امپریالیسم بزرگ غول‌آسای آمریکا از شما پشتیبانی کنیم و اجازه ندیم، و اگه ما بریم بنابراین آمریکا دوباره برمیگرده اینجا و چنین و چنان و از این حرفا. بنابراین تمام این مسائل مسائل پروپاگانده و ما میدونیم که آخوندای شیعه در ایران همیشه منبر براشون یک به اصطلاح پودیوم برای پروپاگاند بوده در جامعه ایران، جامعه ایران رو عقب نگه داشتن از طریق پروپاگاند و خیلی بلدن که پروپاگاند بکنن، و همین دلیل تمام این ضد آمریکا بودن، در حالی که ملت ایران من میشنوم مرتب توی ویدیوهایی که از ایران میاد مرتباً بر علیه روسیه تظاهرات میکنن، برای خاطر اینکه تاریخ ایران و روسیه یک تاریخ وحشتناک امپریالیستی روسیه است، با وجود این آقای خامنه‌ای و رژیمش با روسیه دوسته، با پوتین روابط صمیمانه داره، آقای روحانی میره دستبوس آقای پوتین و ایران رو به پوتین فروختن و میفروشن مرتب، اما آمریکایی که لااقل در این 38-9 سال گذشته هیچ گونه رابطه با ایران نداشته، آمریکا نه. هنوز امپریالیسته، هنوز آمریکا یه کشوریه که اینا میگن ما باید از ملت ایران باید ازش بترسیم. خب خانم زنده کریمی، ببینید اول من یه توضیح بدم، پروپاگاند یا به لفظ مختلف پروپاگاندا منظور تبلیغات هست، تبلیغات سیاسی هست در اینجا، کلمه که در عرصه یا ادبیات سیاسی هم به کار برده میشه. اما اینی که میگه چارهای ضد آمریکایی یا مخالفت با آمریکا، آمریکا میگه به اصطلاح سالهاست با ایران رابطه نداشته، ببینید یک اتفاق یا اتفاقات بسیاری در منطقه افتاده، این که از جمله آقای خامنه‌ای مرتب میگه به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. وقتی به گذشته برمیگردن نگاه میکنن، تمام دوستان آمریکا مثل خود محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، صدام حسین که عملا مشکلی نداشت، مبارک که دوست آمریکا بود،
اینها به چه سرنوشتی دوچار شدند و نه تنها در زمانی که باید از حمایت دوستانه آمریکا برخوردار می‌شدند، اون هیچ، حتی آمریکا با مخالفان اونها وارد مذاکره شد، کمان که در دوران اوباما حمایت از اخوان المسلمین مصر ما داریم و بقیه، همونطور که در زمان کارتر ما نشست و برخواستای فرستادگان کارتر با آقای خمینی رو داریم در پاریس و جای دیگه، و بعدن لیبی هم که درها رو باز کرد به سوی آمریکا به سرنوشت آقای قذافی دوچار شد. حالا صحبت‌های مفصلی است. آقای خامنه یا بقیه رهبرانی که در منطقه هستن، آیا فکر نمی‌کنین طبیعی باشه که اعتماد نکنن به دوستی با آمریکا و در عوض حکومت بشار اسد جنایات بسیار کرده، روسیه ازش حمایت کرده تا امروز روز، حتی آقای سرگئی لاوروف همین امروز گفته اگر ما نبودیم دمشق سقوط میکرد و همه این صحبت ها، میبینن مسکو مثلا با دوستاش تا آخرین لحظه ایستاده، درست یا غلط؟ این تصور رو شما تا چند اندازه طبیعی میدونید و ناشی از سیاست های به اصطلاح نامشخص آمریکا و سیاست های اشتباه آمریکا در خاورمیانه؟ بله، من کلا موافقم با این تحلیل شما. متاسفانه این اشتباه بزرگ در سیاست آمریکا همیشه هست بوده، و اون اینه که وقتی که اصطلاح دولت عوض میشه و رئیس جمهورها عوض میشن، سیاست های آمریکا هم عوض میشه، برخلاف اون چه که مورد تصوره. متاسفانه آمریکا یک سیاست مرکزی خارجی نداره که بر اون اساس همه رئیس جمهورها عمل کنند و یا بر اون اساس سیاست خارجی پایه‌گذاری بشه. اینه که متاسفانه با تغییر ایدئولوژی رئیس جمهور، سیاست خارجی هم عوض میشه، همونطور که ما داریم میبینیم، دیدیم در زمان آقای نیکسون، حتی عده‌ای میخواستن که نیکسون محمد رضا شاه رو از ایران خارج کنن، اما نیکسون مخالفت کرد و گفت نه، یه همچین کاری ما نمی کنیم، برای خاطر اینکه این پادشاه خوبیه و امنیت نگه داشته. ولی آقای کارتر که اومد سر کار، عده‌ای از ایدئولوگ های دورور آقای کارتر راضیش کردن که شاهو برداره، برای خاطر اینکه اگر بیان یک سیستم مذهبی در ایران پیاده کنن، جلوی اتحاد هجوم و یا رابطه اتحاد جماهیر شوروی رو با ایران میگیرن، چون پادشاه ایران با روسیه ایجاد روابط تجارتی کرده بود. بنابراین آقای کارتر و دوستانشون تصمیم گرفتن که با برداشتن شاه بلکه بتونن جلوی اتحاد جماهیر شوروی رو بگیرن، که متاسفانه حالا با آقای خامنه ای رفیق پوتین شده و روسیه همه کار است تو ایران. بله، متاسفانه این سیاست ها انجام شده و رژیم ایران هم کوشش کرده. زمان آقای بوش من به خاطر دارم که چون فکر کردن که ممکنه آقای بوش روابط خوبی با رژیم ایران نداشت و احساس خطر کردن از آقای بوش، بنابراین شروع کردن این باز دوباره همون کلمه پروپاگاند رو درست کردن که آی میخواد آمریکا حمله کنه به ایران، حمله نظامی، مردم رو بکشن، کشت و کشتار بشه در ایران، همونطور که عراق رو از بین بردن میخواد ایران رو از بین ببره. این پروپاگاندا رو اینا راه انداختن که و متاسفانه خیلی از به اصطلاح حزب مخالف هم پشتش رو گرفتن که مبادا
به اصطلاح مورد قهر دولت آقای بوش بشن. خانم زنده کریمی، الان با توجه به اینکه حدود 3 روز دیگه مونده به اینکه مراسم سوگند برگزار بشه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در برابر کنگره آمریکا مراسم بسیار پرجمعیتی خواهد بود، مراسم سوگند رئیس جمهوری آمریکا به هر حال و رویدادهای دیگری که هست در ارتباط با این مراسم، چه انتظاراتی میشه داشت از ریاست جمهوری جدید آمریکا و دولت او در ارتباط با خاورمیانه و در ارتباط با ایران به ویژه، با توجه به نزدیکی شما با کمپین آقای ترامپ به طور مختصر میشه؟ بله، اون چی که مسلمه سیاست آقای کابینه آقای ترامپ با سیاست کابینه و شخص آقای اوباما زمین تا آسمون فرق داره. آقای اوباما به اصطلاح با سیستم ایدئولوژی که ایشون داشتن در کوشش کردن که در سیاست خارجیشون کنارگیری کنن از صحنه جهانی و آمریکا رو کنار بکشن از تمام مسائل بین المللی، اما متاسفانه با وجود اینکه از مسائل بین المللی آمریکا رو کنار کشیدن، ولی از نظر ایدئولوژی کنار نکشیدن و صحنه هایی رو به وجود آوردن که مسئله ایدئولوژیشون براشون مهم بود، نه مسئله سیاست خارجی و یا منافع آمریکا و یا منافع اون کشورهای مورد نظر. به همین دلیل معامله‌ای که با خامنه‌ای کردن، به همین نظر که آقای مبارک رو از مصر مجبور به استعفا کردن و پشتیبانی کردن از اخوان مسلمین که به اصطلاح حکومت مصر رو در دست بگیرن، که خوشبختانه مردم مصر عاقل‌تر از اون بودن، تجربه ایرانی ها رو استفاده کردن و اجازه ندادن که حکومت اسلامی در کشورشون به وجود بیاد. مسئله لیبی مسئله که متاسفانه خواست اروپایی ها مخصوصا فرانسه بود و که آقای قذافی حاضر نبود قرارداد توتال شرکت نفت فرانسه توتال رو تمدید بکنه و فرانسوی ها خواستن که آمریکا کمک بکنه و برنامهشون رو براشون پیاده کنه. بنابراین بله، تمام این برنامه ها اجرا شد، اما آقای ترامپ این سیستم ایدئولوژی رو نداره و نمیخواد ایدئولوژی پیاده کنه در جایی. هدفش به اصطلاح آمریکا، قدرت آمریکا، اقتصاد آمریکا، روابط خارجی آمریکاست و هدف اینه که دشمن دشمنه، شناخته میشه به عنوان دشمن و دوست دوسته و آمادگی اینو داره که مذاکره بکنه، اما حاضر نیستن که کوچکترین تجاوز، تجاهم و یا مسئله برخلاف روش جهانی رو تحمل کنن. اون چی که من شنیدم و که مهمه در دولت، برای دولت آقای ترامپ، مسئله تروریسم بین المللی و حقوق بشر مردم ایران که این هر دو از معامله آقای اوباما حذف شده بود، این دو مسئله دوباره در برنامه سیاست آقای ترامپ خواهد بود. خانم زنده کریمی، وقتمون متاسفانه کم هست، کمتر از 2 دقیقه هست. راجع به حقوق بشر اشاره کردید که زندانیان سیاسی بسیاری داریم، از جمله روحانی شیعه خواستار جدایی دین از حکومت آقای کاظمنی بروجردی. من مطلبی دیدم از آقای مایکل لدین، روزنامه‌نگار سرشناس
آمریکایی که درباره ایران مطالب بسیار داره و کتاب هم داره و از دوستان نزدیک شما نیز هستند. این مطلب راجب آقای کاظم‌نیا برجدی که برای معالجات به زندان بیرون اومده موقتاً و زیر نظر محافظت و حتی به طور نمادین خواستار این شده که فرصتی از دعوت میشد آقای کاظم‌نیا برجدی برای مراسم سوگند آقای ترامپ. نظر شما رو راجب این مطلب و اهمیت به اصطلاح مسئله حقوق بشر که اشاره کردید در رسانه های آمریکا در کمپین ترامپ، کمتر از 2 دقیقه وقت. بله، اون چی که مسلمه عده زیادی در مطبوعات آمریکا مسئله حقوق بشر رو در ایران ندیده میگیرن به دلیل باز هم ایدئولوژی، اما هستن کسانی به اصطلاح متخصصین در آنالیست های ایرانی در مورد ایران، سیاست ایران، که حقوق بشر براشون مهمه و همیشه پشتیبانی کردن از اینکه در حرفشون در مورد حقوق بشر مردم ایران صحبت کنن. آقای لدین هم همین کارو کرده تا به حال، نویسنده معروفیه و کوشش کرده و دانشش در مورد ایران زیاده و کوشش کرده تا به حال که مسائل حقوق بشر رو در ایران به گوش مقامات و مردم آمریکا برسونه و پشتیبانی بکنه از مسائل حقوق بشر. پیشنهاد ایشون که آقای آیت الله بروجردی رو دعوت بکنه آقای ترامپ، این به این دلیل بوده که این مسئله به اصطلاح تجاوز به حقوق بشر آقای بروجردی رو اهمیت براش به وجود بیاره و که بلکه رژیم ایران دست از به اصطلاح زندانی کردن آقای بروجردی که حتی مورد زندانش هم مدت زندانش هم تموم شده و باید آزاد میشد، خیلی وقت پیش باید آزاد میشد ولی آزادش نکردن موقعی که دوران زندانش تموم شد و به رو خودشون هم نیوردن، حالا مجبور شدن که آزادش بکنن به دلیل مریضیش. بنابراین خوبه که این مسائل مطرح بشه در جامعه آمریکا، هم مردم آمریکا آگاه بشن و هم این که شاید به این وسیله به گوش مقامات برسه و اهمیتش برای اینه که بلکه آقای خامنه‌ای خجالت بکشه از این مسئله و دست از سر آقای آیت الله بروجردی برداره و زندانیان سیاسی دیگر که بسیارن، بسیار زینب جلالیان، بله، آتنا دائمی و ارژنگ داودی و هزاران زندانی سیاسی دیگه. بسیار سپاسگزار هستیم خانم ماندانا زند کریمی، با سپاس بسیار از شما، متشکرم از وقتی که به من دادید. بمیگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر همراه شما عزیزان. همونطور که وعده داده بودم چند خبر هست در اینجا، من مایل هستم با شما عزیزان در میون بگذارم. خبر دستگیری عامل کشتار شب سال نو میلادی در ترکیه خبر چندان تازه نیست. فقط این رو اضافه کنم نزدیک به 200,000 دلار از اون به طور نقد همراه داشته که ظاهرا گفته میشه رسانه های ترکیه که این مبلغ پاداش یا بخشی از پاداشی بوده که تشکیلات داعش به اون پرداخت کرده یا کسان دیگری، این مبلغ کمی به هر حال نبود. اما خبر اقتصادی که ما داریم، قیمت نفت پایین اومده، با این همه اوپک در صدد هست. آقای محمد بارکیندو که به اصطلاح رئیس اوپک هست،
آمده و رفته به ونزوئلا با رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار کرده، در اونجا گفته ما همه تلاشمون داریم میکنیم که به اصطلاح قیمت نفت رو ما بتونیم ثابت نگه داریم. قیمت نفت همچنان در نوسان هست. من نوسان قیمت نفت رو قبل از اینکه از زبون ایشون با آقای بارکیندو یا بقیه بشنوم یا رسانه‌های خبر، اینجا پمپ بنزین نزدیک من هست، از اینکه در این محله ما هست که اونجا صبح به صبح معلوم میشه قیمت نفت بالا رفته پایین اومده، قیمت بنزین در اینجا بلافاصله اثرگذار است. هیچ کس بهتر از شرکت‌های نفتی و پمپ بنزین‌ها و مقامات محلی نفتی ما قیمت نفت دستشون یا خبردار نمیشن از این موضوع. آقای شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین گفته که چین قصد نداره به جنگ تجارتی با آمریکا دست بزنه و جنگ تجارتی به سود هیچ کس نیست. منظور اشاره ایشون به صحبت‌های آقای ترامپ هست که گفته مالیات‌های افزونتری رو بر کالاهای وارداتی از چین وضع خواهد کرد. و همینطور رئیس جمهوری چین اشاره کرده که ما قصد داریم سرمایه گذاری بیشتری در آمریکا انجام بدیم. تا به حال سرمایه آمریکایی بود که به چین مهاجرت کرده بود، با آمدن آقای ترامپ که اعلام کرده با سیاست‌های اقتصادی تازه قصد بازگردوندن سرمایه‌های آمریکایی رو به خود آمریکا داره، نظرات رئیس جمهوری چین هم بی محتوا و بی معنا نیست. همونطور که آقای ترامپ هم اعلام کرده که مالیات‌های بسیار زیادی بر اتومبیل‌های ساخته شده آلمان که در مکزیک ساخته میشه وضع خواهد کرد، و اینم نکته‌ای هست قابل توجه که چه آینده‌ای خواهند داشت به اصطلاح اتومبیل‌های آلمانی ساخت مکزیک در بازار آمریکا. آقای لاوروف، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته کنفرانس آستانه در پایتخت قزاقستان که 23 ژانویه برگزار میشه، هدفش اینه که آرامش و صلح در سراسر سوریه برگزار کنه. مخالفان رژیم اسد، نیروهای مخالف رژیم اسد غیر از داعش و النصره و بقیه که ظاهرا بسیار معتقد هستن چندان مخالفتی هم با حکومت اسد ندارن، گفتن ما در کنفرانس آستانه شرکت خواهیم کرد فقط به خاطر اینکه جلو نفوذ بیشتر حکومت ایران رو در سوریه بگیریم. با شرکت در این کنفرانس چگونه و به چه شکل توضیح بیشتری ندادند. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند، کوه و زگرس و تابشان بر فلات ایران زن. روزگارتان خوش، دلهایتان هموار شاد.